ساعت خدمتتونه. یک ساعت مندست به دسته. لامصب میزونه میزونه. سلام خانم. ای با چه خبره؟ بیا اشمایی بچه ها زود باشین. خیلی خوب کمک کنید. کمک کنیم. بیا باش. آی نره بابا. خوبه صف کن بابا دیگه. نزنیم بیافته. خوبه همین طوری کنیم. خوبه همین طوری کنیم. خوبه همین طوری ما که کمد نخواستی بودیم. ولی ما بی اطلاعیم خانم. حاج آقاتون اینو خریدن و دادن ما بیاریم ما هم آوردیم خدمتتون. خب چطور صاحب که میره به من حرفی نزه؟ والا ما خبر نداریم. بجام بچه‌ها. کرایه برش هم دادن و فرستادن. والا علی. خیلی خوب. برو طرف اون. زود باش. برو بچه‌ها. یواش بچه‌ها. یواش. ما واجه باش. خیلی خوب. اینو سم تاش باش. علی. باشه. بفهمید. اخ کمرم خورد شد. خیلی سنگینه. آره. واجه باش. یواش 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 خیلی خوب علی و خیلی سنگینه آره یواش برو ببینم ببرینش تو همین اتاق تخت کج کنی کج مواظب باشی خوبه اینوری باشی بچه خیلی خوب یواش بیان یواش حال نده خوب خوب بجواست بذاریم خوب بذاریم چمیجا یواش همینجا اینجا خوبه خودش کجا رفته کی کجا رفته حاج آقا رو میگم والا خانم ما بی اطلاعیم خداحافظ همسیده سایت کم نشه خداحافظ خانم مگه سر آوردی عمو؟ خانوم جان بنده ی فقیر سراپا تقصیر طالبینم کتاب باز میکنم رمل اسرالله بیندازم و در زمن از گذشته و آینده خبر میدم دوای محرم محبت هم دارم ای خانوم جان ببینم تلسم و جادو چی بلدی یا نه؟ با تلسم و جادو که چیزی نیست هر کاری که اراده بکنی از دست عمو ساخته است خیلی خوب حالا فالمو بگیر تا بریم سر بقیه بنشین. چیزا بنشین تا بگیرم بنشین که نشستنت رو بروم ده بگیر دیگه چقدر طولش میدی؟ ده میگیرم فالت رو میگیرم بعدش میرویم سر بقیه یه چیزها یاده خانم جان ولی نیاز عمو باید چاق و چلی و قلوم و ظلمبه باشد فراموشت نشود ای تو قول من Thank you.
برمیگردم. خانم جون مقصد خودت باش، شیون بچه علامت شونیست ها. منظورت چی؟ بی خندم شیون علامت آن است که دارند یک چیز قیمتی رو از تو میدوزدند. چی رو میدوزن؟ ممکن است این چیز قیمتی شوهرت باشد. شوهرم؟ بله خانم جان، بله. نکنه حاج آقا رو میگی؟ بله حاج آقا رو میگم. راستش را بخواهید من پای زنی را میبینم که در میان است، یک زن بالا بلند با چشمان بادامی وحشی خانم جان که دل از صغیر و کبیر رو بوده. دیگه چیا میبینی؟ بدبخت شدیم، عوضی شدیم. چی شده؟ حق با شما بود آبجی، ما یه خیابون اشتباهی اومدیم. عوضی اومدیم چه کنیم؟ آره خانم ما عوضی اومدیم، خیلی باز درسته بخشیم. خانم من که از اولش گفتم مال ما نیست. من از شما معذرت میخوام. خدا ایشالله از خواهر کمتون نکنیم. من یکی ناکرد چشم هم بزنیم نوردیمش بیرون. بله. خیلی خب بریم بریم. خانم جان برید تو مواظبت کنید، ممکن است دستشون کج باشد یک چیزی رو بلند کنن. ایوا راست میگی ها. بروی تو همین جا بپلک تا من برگردم. مگه دیدیش؟ اونم هاش. آره دارم میبینم. خیال کن هیچی نیدی، وایس تا من برگردم. خب حالا نمیشه منم بیام؟ تو دفعه اوله دیگه واسه اون کار میکنی، اونم با پارتی بازی من. بذار برم یه خود از تو واسه چخان کنم، شاید اوضاع رو براش شد و طرف اعتماد شدی. یعنی چی؟ یا آخه اون ترسش اینه که نکنه مأمور باشی یا خودت تو دست جا کرده باشی. من یارا چه توفه هست؟ یادت باشه که کارو اون دید میزنه، جنسم اون آب میکنه. از این گذشته کله دارم هست. بدش به من. چطوره؟ کارش خوبه؟ وقتی با هم تو زندون بودیم هیچ فکرشی نمیکردم که انقدر طرف ارز باشه. میشه بشه اعتماد کرد؟ تو دلت بخواد بگم بیا. مردی که یه کره باز بگوشم. آخه تو چه میخوای آدم بشی؟ فعلا که خیالشو ندارم. آخه بی همه چیز چند مرتبه یه حرف رو با آدم میزنن. بهت گفته بودم تا یه نفر از زیر رو نشناختی حتی طرفای من نیارش. شما هم بفرمین قربون. فعلا گورتو گم کن تا بعد خبرت کنم. آخه چشم بی جلو ببین چی میکنم. بله قربون. مردی که عوضی عوضی همه کسته. مردی که گردن کلفت بی بخواه. اگه یه دفعه دیگه منو بزنی ها همچین میزنم تو شیکمت که رودهات از دهنت در بیار.
مرتیکه همچی میزنم تو دهنت که پر خون بشه. نفهمیدی با کی طرفی؟ سر کی داری داد میزنی؟ سر هوا. چه میدونم تو بمیری این دفعه میزنمش دیگه. این دفعه هم خودت میمیری، چون فکر نمیکنم زورت به کسی برسه. ممکنه زورم به جناب عالی نرسه، ولی به اون میرسه. ببخشین جناب آقای گردن کلوف، مام کتک خوردتیم. خواهش دارم، ذلیل شدتیم. بنده کفشتیم. خب ای دوست داری باش دو بی همیت هستی؟ همه کسته جد آبادته. میزنم تو اون دهنتا. اون وقش میزدی شوارت سرش تو کماجدون بود. اگه مردی باید شده، اگه بودم که وامیست دادم. من این نمیری دارم گر میرم، لابد نیستم. وایستا میخواییم بریم کار داریم. فعلا که از پول مول خبری نیم. چی شد؟ چی شد؟ نفهمیدم چی رو خبری نیست؟ بی همه چیز بچه مردم گولش زدی و بردیش دوزی؟ جختش هم میگه از پول خبری نیست؟ دل غافل، یعنی میفهمی بنده جنابالی رو را به در کردم بردم دوزی؟ تا چی خیال کردی؟ جنابالی رو با این هکل گنده بنده گولش دادم. خب تا چی؟ دل غافل، آفه میفرمی حضرت آقا رو به جرم اون دو سه تا مسجدی که ساخته بودند دستگیر کرده بودند و انداخته بودند کنج زندان. بله آقا. زایمون باس میبردمش مریض خونه، یه پاپوسی هم نداشتم. این دفعه چی؟ دفعه آخرم بود. حالا میبینیم آقا. عرو بی پوله بود. حالا میبینیم آقا. اصلا تو نداشته من نفس بکشم، پاهم از زندون بیرون نداشته یخمو گرفته که یالا. خب بخاطر نه یا گفتم که دفعه آخرم بود. حالا میبینیم آقا. خیلی خب دیگه پاشو اینقدر زرت و زرت نکن. پاشو دیگه واسه بریم خونه سابقم و سراغ بچه‌مو بگیریم. تو رو خود امروز دیگه ولش کن، بس بریم یه خود عرق بخوریم، گریه کنیم، کیف روزگار ببریم. خب میری از دور پولایی که الان تو جیبته داری خفه میشی. قصه پولو نخو، سر را که داریم میریم دوتا جیب میزنیم تمومه. تا نریم و سراغ یا بچه‌م نگیریم از عرق خوری خبری نیست. اصلا کجا که نن آقا از زیارت برگشته باشه. از کجا که بر نگشته باشه. خب از کجا که اصلا نن آقا بچه تو خبری داشته باشه؟ از کجا که نداشته باشه؟ والا مثل اینکه حق با جناب عالی است. بزن بریم. بفهم بزنی تا بزن بره. برم برو دیگه. دیدی؟ شما خفه شد تا من به کارم برسم. شما برس ما تماشا میکنیم. خدجه خانم؟ خدجه خانم نیست. حالا میبینی که هست. نیست. هست. خدجه خانم. خدجه خانم نیست. سلام. شما اینا سپاهم. سلام روی ماهت. قربون شما. احوال شما چطوره؟ باز که در اتاق نن آقا بسته است. مگه هنوز از زیارت بر نگشته؟ چرا؟ حتما رفته خرید. حالا بفرمایین تو. الانی پیداش میشه. قربون شما. همینجا تو حیات میپلکی. پس برم واسه تون چایی بذارم. قربون دست دارجی. عجب قصر.
بساطو ندارم که بتونم خرج مریض خونه‌شو بدم. اگه میخوای زنت سالم بزاد، بچه‌تم سالم به دنیا بیاد، راهش همینه که بهت گفتم. مگه نه جفتشون از دست میرن. بعدش چی شد؟ به هیچ جا را نمی بردم. زنم داشت سر زا می رفت و هیچ کم بهم پول قرض نمی داد. رفیقای جون جونیم خودشونو قایم کرده بودن. یعنی گذاشتی که زنت؟ نه، زدم به دزدی. کیفه یه یارویی که جلوم داشت می رفت عجیب شلواری زده بود بیرون، یه اوی زد بکردم دیگه همونش ندادم، پریدم کیف و زدم و بعد فرار کردم. خب بعدش؟ بعدش چی شد؟ زدی به چاک؟ زدم به چاک، ولی اینو داشته باش که یکیشون بچه محل بود و منو شناخت. ای دل غافل. خلاص هاش سراسیمه رسیدم خونه. نازخم بچه بچه چی؟ برشو بریم، برشو بریم، برش خونه. پول پره حسابی گیره بودم. نه نه آقا، چی شده؟ دیگه خیلی دیره. یعنی چی دیره؟ بچت سلامتی. زنم چطوره؟ زنم که حالش خوبه؟ من که بهت گفتم باید میبردیمش مریض خونه. ایشالله غم آخرت باشه. زنم سر زارم. بیاموز سپردمش به خاک و بچه رو دستم بود. مریم زن حسن دوزه به دادم رسید، بچه متر خوش بود. از نشستن و فکر کردن و قصه خوردن که کارت به جایی نمیرسه. پاشو برو چهارچرخی تو بردار و کاسبی تو شروع کن. من بهت قول میدم که نذارم آب تو دل بچه تکون بخوره. اون یاروه بچه من ریشوه که گفتم منو شناخته بود یارو. آره یارمه. ناکس با یه آجان پیچید تو کوچه. دل خوفیم سرکار خودشه. اومدیم بزنیم به چاک که سرکار گفت جات تکن نخور که ما خودم میپاشم تو دهانت. ای دل قافه. حالا نگو که قضیه فقط یه جیب بری خالی نبود. چی بوده؟ راستش من اونایی رو که ریخته بودن سرم اینقدر بدجور زده بودم که چند تایشون تو مریض خونه افتاده بودن، دو تاشون هم حسابی ناقص شده بودن. اون که پول و پله اونجوری نداشتیم که خرج کنیم، این بود که وقتی هیچ کدومشون رضایت ندادن چند سالی واسم بریدن و دخلم اومد. ای دل غافل، دیگه هم بچه تو ندیدی که ندیدی؟ ندیدم که ندیدم. خب پس چرا تا حالا اینا رو واسه هم تعریف نکرده بودیم مرد؟ این همه مدت ما با هم تو زندون بودیم و تو لام تا کام حرفی نزدی؟ پسش واسه خودم هم ایش وقت تعریف نکرده بودم. بیرم، حالا فکر میکنی که این زنه، یعنی همونی که پسرت پیشش مونده، راستی گفتی کی بود؟ مریم زن حسن دوزده. پشوارش هم همکارمونه. خدا بیامرزتش. تو زندون که بودم شنیدم قتل کرده و زده به چاک. بعدش هم حکم تیرش در اومده. بعدش هم یه آژانی یه شبی دیده و شناختتش، ایست بهش داده، اونم پا گذاشته به فرار و آژانام زدتش. حسن آقام در جا غزل خدافزی رو خونده بیچاره. ای دل غافل، ای دل غافل، عاقبت رو میبینی؟ خب
حالا فکر میکنی که این مریم زن مرحوم مغفور جنت مکان جناب آقای حسن دزده رو اولا میتونی پیداش بکنی یا نه؟ زیر سنگم که باشه پیداش میکنم. اومدی ما دوامندش پیداش کردی، از کجا که بچه هنوز عمرش به دنیا باشه؟ لال شو. خب اومدی ما شدیم، ولی سومندش از کجا که بچه ها رو بهت پس بده؟ تازه اگرم داد چهارمندش از کجا که بچه تو رو بخواد باید بیا؟ تازه شم اگه خواست اومد بهش بگم تا حالا کجا بودم، از این گذشته کجا ببرمش، زیر کدوم سخت جاش بده. این که کجا بودی یه کارش بکن، اما این که زیر کدوم صف قلومیت کنون نمارده، یه خش خرابه در اجاره داره که دو دستی تقدیم جنابالی. ای بابا خودم هم زیادی هم که دیگه خودتو لوس نکن، یه چیزی بهت میگم عوضی. از این گذشته بازم از این گذشته بهش بگم بابا شیکار است. پسر تو چقدر سخت میگیری، این درسته که ما مال دوزیم، ولی خب چه اشکالی داره؟ بهش بگو ما مال خریم، دوزیم یا خریم مگه تفاوتی هم داره؟ به به نن آقا سام علیک. سام علیکم. سلام، تو کجا و اینجا کجا؟ این همه مدت کدوم گوری بودی؟ ای نن آقا دنبال بدبختی رو در بداریم گیر بودیم، خلاصه گرفتاری نشدیم. بچه طفل معصوم و سپردیش به امون خدا و حاجی حاجی مکه، رفتم که رفتم، حالا هم اومدی که گیر بودم، در به در بودم، گرفتار بودم. همین دل غافل. سلام نن آقا. سلام. یه هفته پیشم که شما زیارت رفته بودی ناصر خان اومده بود. بفرمایید. قربون دست. بفرمایید. قربون شما. شما نمیفهمید نن آقا، بعد از این همه مدت حالا اومدی چیکار؟ نن آقا از سر تقصیرات ما بگذر، فقط یک کلوم بهم بگو ببینم بچه‌م زنده است یا نه. پس چی که زنده است، واسه خودشم یه مردی شده. خدایا شکرت. باز بری دست و پای مریم رو ماچ کنی، طفلکی تو زندگی جون کنده تا تونسته بچه تو به یه آب و گلی برسونه. خدا عوضش بده، من پسرم رو از اون دارم. تو نرو ناصر خان، پسر تو حالا پسر اونم هست. نعوذم بالله، ما که نگفتیم پسر اون نیست. خوب ناسلامتی پسر ما هم هست، میخوام ببینمش. اومدیم پیش شما که جا و منزلشو بدونیم. این شد یه چیزی، ولی بهت بگم اگه بخوای تنین بی وزن بی کس و کارو بلرزونی یا آزاری بهش برسونی، نه تو این دنیا خیر میبینی نه تو اون یکیش. اگه شما از ما آزاری دیدی نن آقا، مرگم خانومم میبین. ما اگه شما پدر مادر نداری شیشهر شکلاله روشن بیاد میکنه باید کس یه باره بچه دنبال کاره، یه باره بینم چه میگه؟ آره جانمی جان خجالت بکش، مرتی که آوازی مرتی که خودتی خواهشو دیگه آوازی جانمی جان میرد به بچه ها میرسه. بابا با سنج ده شیشه خواهش شکر کن که شکستن، یه باره کن بلد کنه شکستن، روپا کم کن بینم جانمی شیطوری غلط کرده بزن من چک بینم چکه. این آقا هینه ها و آرتیست فیلم هاست. آقا جکا نمیدیم لابا تو هم دوستری جیمی آرتیست باشی. من نه پچه. خب بگو ببینم جیمی، این ورا یه خیاط خونه به اسم گلبهار میشناسی؟ معلومه که میشناسم. این ورکی یا اون ورکی؟ این ورکی. اون ورکی؟ بره جنبالم یه تو نشونت بده. خب برو بریم. بریم. خداحافظ بچه ها. خداحافظ. آخی خیلی وقت بود بزن نکرده بودیم. میخوای لباس بدوزی؟ پس پارچت کو. نه بابا من دنبال یه کسی میگردم. دنبال کی؟ دنبال یه زن که تو همین خیاط خونه کار میکنه، اسمشم مریمه. مریم؟ آره چطور مگه؟ هیچی آقا، خیاط خونه همینجاست. تو همینجا باش، من رو میام. باش. عجب گرمایه آخه. ای یو ای چه چون چرا ماتت برده؟ این آقای کیه؟ آرتیسته دیگه، آرتیسته. من نه بای بابا دلت خوشه. مریم چی کار داره؟ یه امونتی پیشش داره، رفته بگیره. امونتی؟
نتی؟ امو نتی چی؟ ببینم من تو مریم خانم میشناسی؟ به تو چه؟ دست از سرم وردار. بچه کدومه؟ دستم به دومنت مریم خانم. تو رو خدا این حرفا رو نزد. دار و ندار ما تو زندگی فقط هم یه بچه. مدرک داری؟ شناسنامه داری؟ چی داری؟ من هیچی ندارم، ولی تو که رحم داری. رحم و بذار در کوزه آبش رو بخور. اصلا میدونی چیه؟ کول خوندی آقا جون. تا بوده از دست اون شوهر دوست بی همه چیزم کشیدم، دیگه از دست تو نمیتونم بکشم. جوش آوردی. خب بگو حرف حسابت چیه؟ میخوای بگی بچه مال توه؟ خب مال تو باشه، اما منم باباشم. اگه باباشی پد تا حالا کدوم گوری بودی؟ تو رو خدا صدا تو بیار پایین، آبرومو نریز. نه آخه بگو ببینم کدوم گوری بودی ها؟ چه فایده، ما هرچی بگیم تو که باورت نمیشه. معلومه که نمیشه، واسه اینکه جنس همه تون خرابه. یا میخواین عشقتون رو با آدم برسین، یا اینکه تسمه از گردش بکشین. فقط اسمشه که مردی. اما من فاتحه خوندم به هرچی مرد مثل تو اون حسن دوزه گور بگور شده است. مریم خانم قربون شده، اینقدر لیچار بار ما نکن. به خدا من از اون مردایی نیستم که تو خیال میکنی. فکر کنی که 6 سال آزگار رفته بودم دنبال عشق و الواتیم، با حالا یه هایی ویرم گرفته که بیام و بچه ما ازت بگیرم. خب چی؟ میخوای بگی کدوم جهنم در ری رفته بودی؟ این روز نمیتونم بهت بگم، اما یه روزی شاید تونستم و گفتم. بفرما. نگفتم نمیتونی، نمیتونی بگی کجا بودی. مریم خانم نوکرت، اذیتم نکن. هر چقدر پول بخوای شده از زیر سنگم واسه گیر میارم و بهت میدم. فقط بچه ما بهم پس بده. اون نه فروشیه نه پس دادنی. پس میگی چه خاکی به سرم بریزم؟ ببین ناصر خان، وقتی بچه تو گذاشتی و رفتی، 2 سال بعدش حسن رو با تیر زدن و گور به گور شد. خیر سر انباتش 2 دانگ خونه خرابه واسه من باقی گذاشت. من بودم و بچه تو اون 2 دنگ خرابه و جون کندن و سوزن چندرغاز زدن تو این خیاط خونه. من سوی چشممو گذاشتم تا خودم و بچه تو زنده نگه دارم. حالا میگی چی؟ مفت و مسلم بچه مثل یه دستگل رو تحویلت بدم و بوخ بوخ برم کنج خونه به تمرگم تا دق مرگ شم؟ میخوای بگی نمیفهمی؟ فهمی که دیگه اون زندگیم شده، پاره جیگرم شده. من میفهمم، به خدا میفهمم. پس اگه میفهمی درست به صورت من نگاه کن، به هیکلم نگاه کن، ببین هنوز اونقدر جوونم که مرد عاشقم بشن یا نه. مریم خانم به اونا کاری نداشته باش، جواب منو بده، میشن یا نه. هنوزم مثل پنجه آفتاب میمونیم. منظور؟ منظورم اینه که با این حال نه پی ددر رفتنم بودم، نه پی قطبار و رقاسی، نه شوهر موهر کردم. همه چیز ازشتم واسه اون بچه. نه خیال کنی از سر سیری بوده، نه جونم. بچه رو دوستش داشتم، حالا هم به جونم بسته است. هیچ احد و ناسی هم نمیتونه اونو ازم بگیره. میگی نه؟ برو. آخه چی بهت بگم؟ تو رو خدا دست بردار، از این عدت فرام نیا و خودتو به موش مردگی نزن، که حسن تون به تون شدم زیاد از این بازی ها در می آورد. اما سر تا پاش کلک بود. من حسن دوزده نیستم. ولی تو؟ بی خودی صداتو نبر بالا، من از صدات نمیترسم. یارت من از تو میترسم. حالا کی گفته که بترسی؟ بچه چی میگی؟ تو چی میگی؟ من بچه‌مو میخوام. بابا ایوها ناس، به این آقا بگید مملکت قانون داره یا نه. هلکی که نیست. من واسه بچه‌ت به اسم خودم شناسنامه گرفتم، حالا میگی که چی؟ زورت میرسه بچه قانونیمو ازم بگیری؟ برو عارض شو، برو بگی، برو هر غلطی که دلت میخواد بکن. زور قانون نتونم بچه‌مو ازت بگیرم، شده خرخرت به جوام، شده شارگتو قطع کنم، شده به زور بچه‌مو ازت میگیرم. همینه که میگم فقط اسمشه که مرد. زنکشی کار امثال تو نامرده دیگه.
دست ما چی کنم؟ اینم دست درد نکند بود مگه نه؟ یه هایی زد به کلم نوکرتم، آخه تو بد جوری با آدم حرف میزنی. لیاقت تمینه تو رو خدا، باز از سر نگیر. دیگه چیزی نمونده که از سر بگیرم. تو برو سی خودت، منم میرم سی خودم. بیا و آخر شکتون پیاده نظر کار بالا بگیره. ولی من میخوام که بگیره، مگه نه اینکه حساب زور و گردن کلفتیه. خب تو هم که زورت به من میرسه، پس چرا معطلی؟ بزن و همین الان منو بکش. ده بکش دیگه، بکش. ده اگه مردی بکش، ده بکش ده. ببین زن، تو خودت داری کارو خرابش میکنی. از این خرابتر که هست نمیشه. هرچی بد و بیرا تو دنیا بود بار ما کردی. اومد دستمون در رفت و یک کشیده پروندیم. بیا همینجا ختمش کنیم و بشینیم مثل بچه آدم با هم کنار. من کنار بیاش نیستم. استغفرالله، اگه نهی بد میبینی ها. تازگی نداره، تا اونجا که یادمه همیشه بد دیدم. اینقدر دهن به دهن من نذار زن. من هر کاری که دلم بخواد میکنم. اگه تو هر کاری دلت بخواد بکنی، اون وقت منم هر بلایی که دلم خواست سرت میارم. دهنت میچاد. اینقدر لیچار نگو. لیاقتته. میزنم تو. تو که زدی نامم. ولش کن، ولش کن. مامانم ولش کن. هیچکی اقلی مامانم منو بزنی. گورتو گم کن. نزنش خاسم. خاسم نزنش، اون باباتی. از سفر برگشتی. بابا، بابا جان، واسه خودت مردی شدی. تا حالا کجا بودی؟ یه سفر دور و دراز دنبال بدبختیم، دنبال یه روزی که دستم به دهنم برسه و بتونم تو رو پیش خودم ببرم. ماما میگفت تو رفتی مسافرت و بر میگردی، اما هیچ وقت بر نمیگشتی. من فقط شبا خوابتو میدیدم که اومدی منو با خودت ببری. منم از حرصم کلتو میکندم و مینداختم دور. تو از من بدت میاداره؟ تو دلت نمیخواد با من بیایی نیست؟ مامانت مهربون، مثل بابات بد نیست. تو اونو دوست داری و با من نمیاد مگه نه؟ قول میدم که برم و دیگه پشترم رو نگاه نکن. بابا جو، وقتی میومدی تو خوابم، وقتی کلت رو میکردم و مینداختم دور، بعدش گریه میکردم و از خواب میپریدم. بابا خیلی خوب، دیگه تو کوچه روزخونی جان اندازیم، پاشیم بریم تو. قاسم چیه؟ بیا این آبو ببر بده به بابات. دوستش داری؟ اگه نخوای ندارم، دوستش ندارم. من هیچ وقت دلم نمیخواد تو باباتو دوست نداشته باشی. پس میذاری پیش ما بمونه؟ نه، اون نمیتونه پیش ما بمونه. چرا نمیتونه ماما؟ آخه مردم واسمون حرف در میارن. آخه چرا؟ چون مامان منی،
منی؟ مگه همه یه مامان و باباها تو دنیا پیش هم نیستن؟ فرق میکنه پسرم. چه فرقی میکنه بابا؟ بزرگ شدی واسهت میگم. من دلم میخواد هر سه تاییمون پهلوی هم باشی. خیلی خوب، حالا کاسه رو بده به بابات. گلی خانوم، گلی خانوم. جون گلی خانوم. قربون دستت، داری میری آشپزخونه یه سری هم با آب گوشت ما بزن. سیب زمینیشو ریختی؟ آره جونم، فقط نمکشو اندازه کن. چشم، الان جفت جورش میکنن. مریم خانوم، بیاین ببینید چه خبر شده، عجله کنید. چه خبر شده؟ بیاین دیگه زود باشه. چی؟ سماور جوش اومده داره قلقل میکنه. مرده شورتو ببرن. داشتم پس میافتادم. مگه مرض داری؟ حالا میگی چیکار کنم؟ چم چاره؟ خب دمش کن دیگه. سب کن اومدم. آخه خدا پدرت بیامرزه، آخه من اینجور کارهای خانوادگی رو بلد نیستم. هول میشم. نه اینکه خون و خانواده و فک فامیل ندارم، اینه که هول میشم. اصولا تو رشته خانوادگی من خیلی ضعیفم. واه چه حرفا. آره آخه واه چه هولی کردم. دیوونه یه زنچیری. هنچی بیا سر اینو بگیر، منم باید دست و صورتمو بشورم. امروز تمرین علک دولک داشتیم، خیلی کثیف شدم. بگیر. چی گفت تمرین علک دولک؟ مگه علک دولک هم تمرین داره؟ تو چقدر خنگی، خب معلومه که داره. خودت مسخره کن، منو مسخره میکنی؟ حالا که مسخره میکنی؟ مریم خانم بی بگیرش. وای قربون دستت، امروز کلی باعث زحمتتون شدیم، دست شما درد نکنه. این حرفا چیه؟ تا باشه از این زحمت ها باشه، قربون شما. بفرمایید. وای چه هیکلی، آدم دهنش آب میفته. خب کارو کاسبی چطوره؟ اصلا چی کارا میکنی؟ هنوزم همون چارچرخه رو داری و دوره میگردی و میوه میفروشی یا چیز دیگه؟ والا چیزیم، اینیم دیگه. چی میگن قلومی؟ مالخره. ما مالخری مریم خانم. یعنی راه میافتین تو کوچه ها و از خونه ها جنس کنه و نیمدار میخری؟ نه بابا، سطح پایین فکر نکن آبجی. نکنه تو کار قاچاق ماچاق و این حرفا منظورت؟ چی دارم این حرفا برپا میزنم؟ نه بابا، تو که میدونی مال این حرفا نبوده و نیستی. خدا کنه، چون اگه دنبال این کسافتکاری ها باشین کلامون دیگه حسابی میره تو هم. اون وقت تو اون بره بازار و مام این بره بازار. من باید همیشه قاچاقچی ها تو فیلم ها دوزن، مگه نه؟ آره مامان جون، بابای من قیافش به آرتیست ها میخوره، نه رئیس دوزا. من نه بابا. میگم مگه تو آرتیسته نیستی؟ چرا؟ اگه تو بخوای من هستم، تو هرچی بخوای من هستم. خب حالا میگی چی؟ هرچی تو بگی. خیلی خوب، هر وقت دلت خواست بیا اینجا و ببینش. بذار گاگو داریم با خودم ببرمش بیرون، پاری شبان ببرمش پیش خودم. مگه تو خونه زندگی درست حسابی هم داری؟ تصدقی سردی خیش خرابه اجاره کردی. با هم زندگی میکنی؟ تو قلومیو میگم. آره دوتایی با همین. زمن و این حرفا که تو کار نیست، منظورم که میفهمی، از اون زنهای اونجوریو میگم. نه نه جون خودش، میدونی نمیخواد چشو گوش بچه به این زودی ها واز شد. ارواح خاک مادرش از روزی که ننه خدا بیامرزش رو سپردم به خاکا تا امروز چشم تو چش هیچ زنی نیفتاده. علت جمعی تو هم که حرفای پسرتو میزنی. از تای دلم حرف میزنم، میرت به دلم و حرف میزنم. اینقدر زبون نریز دیگه، برو
مگه پسرتو نمیخواد؟ اینم پسرت. دیگه چه مرگته؟ نمیدونم، مثل اینکه یه چیزی میشه. خجالت بکش، برو دیگه. خیلی خوب، باش تو خبرت کنم. کوب نشی الهی که چشات منو کشته. کی تو کشته بابا؟ بزرگ چه شدی واسه تعریف میکنم. تو هم که همش وعده سر خرمن میدی. عادتشه. برو برین، برو برین. بفرم. ناصر خان هوا پسه. راستی که قولی نگاه نکنی، پشت سرت یه کمی دورتره که از ما بهترانش سو داره دیده اون میزه. غلط نکنم یکی از ما رو شناختی، حتمی هم من رو شناخته، چون هرچی باشه تو کسافت کاری هرشدتر از تو هستم. پلیسه؟ آره پلیس شخصی. حالا جلوی این بچه چه خاکی به سرمون بریسیم؟ شما کار نباشه آقا، هر طور شده فلنگو میبندیم. بودو بلش کن بچه خفا کردی. بازیه دیگه. چه جور بازیه؟ آرتیست بازیه. خب پس دیگه آرتیست بازیه بخوری، نه آرتیست بازی. نه غلط کردم، اینم آرتیست بازیه. فقط کردم بسته دیگه نزنیم. دست بالا تصمی پچه رو میزنیم بونده برگه. دلم شور میزنه، میگم نکنه یه بلایی سر دختره بیاره. نمیدونم والا، الان کلی وقته که باهاش تو اتاق. مرد که دوز بی همه چی، نمیدونم چی از جون این دختره میخواد. تا بوده حسن دوزه شب و روز گوشت تنشو آب کرده.
باهات عروسی کنم. مثلا چطور میشه که تو هم من دوست داشته باشی؟ قرآن خدا غلط میشه. مگه دوست داشتن زوره چیه؟ من اصلا از ریختتم بیزارم. چی داری میگی؟ ها نکنه از ریخت بابای قاسم خوشت اومده. لو فرض گیرمم که خوشم اومده باشه، تو رو سننه. ها 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 چی شد؟ تو حالا اینجوری با من حرف نزده بودی؟ از این نمبت میزنم، چون نه از خودت خوشم میاد نه از کارت. حالا میگی که چی؟ تو بمیری به موت قسم دور دوزی و اینجور حرفا رو خیت کشتم و گذاشتمش کنار. خودت بمیری، تو گفتی یا منم باورم شد؟ اسخر شیطون بی پایین. دستو بکش کنار. میخوامه بکش کنار. حالا دیگه کارت به اینجا کشیده؟ صداتو بیار پایین. کور خوندی؟ من از اوناش نیستم که خیال کردی. اگه یه دفعه با من باشی بهت قول میدم که تا آخر عمر دست بردارم نیستی. میگی نه بیا برم کن گم شانتر. دست رو من بلند میکنی؟ پس چی خیال کردی؟ مردی که نامرده بی همه چیز. خفشو برم کن ول کنه دستم قربونتم میرم. میکشمت میکشمت. بابا یکی بیاد به دادش برسه. چه خبر شده؟ وای ناصر خان کجایی به دادش بره؟ چی شده؟ همون مردی که بهت گفتم بازم اومدی داری مامانمو میزنه. غلط کرده که میزنه. دارو از تو قفل کرده. درمان شکستنه. بیانه چی؟ از گریه کردن که راه به جایی نمیبره. باش یه خود لباس واسه خودت و قاسم بریز تو چمدونی تاکی. بریم خونه ما، دور خیاط خونه رو فعلا خیت بکش. یه چند روزی پیش ما باش تا واسه تون یه خونه دست با کنم. مگه میخوای واسم حرف در بیارن؟ پدرشون خب حرف در بیارن، بهتر از اینی که دم به ساعت مردی که بیاد و تن تو بلرزونه. اتاقت هم اجاره میدیم و سهم اجارت هم خودمون جمع میکنیم و واسط میاریم. بله پاشو برو خودت خلاص کن. این آدمی که من میبینم دست بردار نیست که نیست. خب مگه این که تو ازش خوشت بیاد و تنت بخاره؟ خدا مرگم بده این چه حرفیه گلی خانوم. پس حرف بابای قاسم رو گوش کن. چی قشنگی تند و تیزی، او چقدر خوب قر میریزی، چقدر ناز میکنی، چقدر همچون و همچین تو تن ناز میکنی. میخوام دورت میگردم دیبیو، میخوام دورت میگردم که توی درمون دردم، تو حالا مال منی، به خدا ابرو کمونی، حالا اقبال منی. حس داره وقتی که این ور میده یا هی اون ور، قربون این قر برم اون عشوه و این لنگر. شوخی و شنگی از همه رنگی، با دلم با اون قرات داری می جنگی، با دلم با اون قرات داری می جنگی. رو گل قالی بس که تو حالی، مثل گنجشکی پری تو پر و بالی، مثل گنجشکی پری تو پر و بالی. آخ دادم وای وای، آخ دادم وای وای، آخ دادم وای وای. گلومی مهمون اومده. دل قافل، بازی ناصر خان بی وقتیش کرد و مهمون برداشته بود خونه. چیکار کنیم حالا؟ گلومه حالا میگه چیکار کنم؟ چیز کن، سینه خیز. همینطوره سینه خیز و شیکم خیز میریم پشت جبهه.
قلومی خونه خرابم کردی بیره، هر کجا هستی از جا تکون نخور که دارم لباس میپوشم. بی حرکت که هوا پس آقا کمان اینطوری سینه خیز کمان مثل این که داره لباس میپوشه. من الان برمیگم بایستم جا زود باش. خیلی خوب تو هم لباس رو پوشتی کم نزم. بکش بالا زود باش، بکش پایین، بکش بالا، یک کارش بکن، بکش بالا 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 پایین. ایوا سلام، توی خاک عالم به سرم شد. این چش کار میکنه؟ ای بیره ببین چه شکلی حالت ما رو بی حالت کرد. یا حالت تو سرت بخوره، من حالا چه خاکی به سرم بریزم؟ تو کارت نباشه، برو تو حیات سرش گرم کن تا من یه جوری ترتیب روبابه رو بدم. چی داری میگی؟ تازه میخوای ترتیب روبابه رو بدی؟ نه بابا، منظورم اینه که یه جوری دکش کنم دیگه. پس بجم تا کاسه کوزمون رو نریخته بقیم. دستتو نکن تو این آب، کثیفه. بابا کجاش کثیفه؟ صد رحمت به کثیف. اصلا ببین چه کثافتی همه جای خونه رو گرفته. خب دیگه خونه ای که توش زن نباشه بهتر از اینم نمیشه. کی به ما زن میده؟ کی زن ما میشه؟ اگه بخوای مامان من زن تو میشه. ایوا قاسم، باز که تو پررویگیری کردی. مگه اون وقت تو که از بابام حرف میزدی نمیگفتی چشم دنبالش بوده؟ چرا زدی این حرفا؟ چیه که میگی؟ دلت میخواد زن بابام بشی؟ یه پایست رو بینم. من خود نمیگفتی وقتی بابام میدی دلت میلرزی؟ وای وای سلیل نشی. من به خاطر بابام بازه کردی خانم. پایست رو بینم. من میدونم که لیاقت تو رو ندارم، بس دیگه بچه رو کنفتش نکن. من کی گفتم تو لیاقتی که ندید؟ ای گل مبارک بودا، ایشالا مبارک بودا، بودا بودا مبارک. اوه چه مرگته یارو چی شد؟ یارو شما چطور از این طرف ها؟ این طرف ها دی خانم خانم یه چند روزی مهمون شمایی. قدمت رو چشم یه چند وقت اینجا تا چند تا اتاقی واسه شون دست پا کنم. یارو چی شد؟ اتفاقی افتاده؟ هم آره هم نه. یارو چی شد؟ چی آره چی نه؟ پسر تو چقدر فضولی؟ یارو چی شد؟ بگو بفرما، بگو بفرما. بفرما. نه 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 نوبت منه، نوبت منه، جود بمیزدن نمیزدنم. نه تو داره کلک میزدن، بلش کن دیگه. ببین دست بدی جا داریم نوبیا کبا ببر بازی میکنی. نه 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 نوبت منه، قاسم میگه نوبت منه، بلش کن. من باید بزنم، اون باید دست بزنم، من بزنم. نه 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 قاسم میگه بزنم، دستمو شکستی. بلش کن، بلش کن، خودمو بازی میکنی. تو شکاده به بازی صفره من دیدم. خیلی خوب یواش خب من اینو بدم لخمت صفره بدش من بگی بدش من آقا من گوشت سینیش هم بزن دیگه. اگر بد باشی خودتون باید ببخشین. اختیار داریم، اختیار داریم. این کجا سینه جون؟ خیلی خوب حاضرین؟ بسم الله. یک دو سه. Oh, my God.
آشپزخونه و توالت هم طبقه پایینه. اگه خونه پسند شد در مورد اجارش باز کنار بیایی ها. تا شما خونه رو دید بزنین من میرم با حاج آقا یه جوری جورش میکنم. خداحافظ. خدا.
اگه پرده های اتاق خواب قرمز باشه چرا اونجا نشستی؟ یه خود خسته بودم. بیا این اتاقو ببین، واسه اتاق خواب بد نیست. نگاه چطوری؟ چیه؟ قشنگه. چی قشنگه؟ اینجا مواظب باش، ممکنه یارو سر برسه. ناصر خان، یا الله. نگفتم حاج آقا از اون قیمت پایین بیاش نیست. ما هم بالاش بیا نیستیم. تو چی میگی؟ والا حاج آقا مثل این که میخواد زعفرون معامله کنه. آخه این روزا خونه خالی پیدا نمیشه، کجای کارنجان من؟ من و زنم، من و خونه شلوغ پلو، من و همه اون چیزایی که داشتیم، حالا اینه اون مثل خوابی شده که آدم دیده و از جاش پریده. خوش به حالت. خوش به حالت اینه که خوابت خواب قشنگی بوده. مال منو باش که از صد تا کابوسم کابوستر بوده. کابوس من لاکردار رو هیچکی نداشته. گاهی شده که آدم خوابای خوبش رو تعریف کرده و خوابای بدش رو تو دل خودش نگه داشته. هر کسی خوابای بد و خوب زیاد داره. هر کسی، نه من. اون وقتا رو یادته؟ اون وقتا که تو بودی و زن تو چار چرخت منو حسن دوزی، یادته؟ صدای کمربند حسن و شیونهای من، یادته؟ یادته که وقتی صبح میشد از خجالت کبودیا، از خجالت مشتایی که زیر چشامو سیاه کرده بود، از خجالت ورمای صورتم روم نمیشد سرمو بالا کنم و جواب سلامتو بدم؟ آره یادمه. یه روز صبح که جلو اتاقت نشسته بودی و صورتت آشلاش شده بود، یه وقتی من از اتاق اومدم بیرون و سلامت کردم، اما تو مثل برگ گرفته ها چادرت کشیدی رو صورتت و دویدی تو اتاق. یادت میاد؟ تو داری گریه میکنی. خیلی خوب بس دیگه، خیلی خوب، هر چی بوده دیگه تموم شده رفته. آره تموم شده، هر چی بوده، جوونی، زندگی، همه چی تموم شده.
از وقتی که یادم میاد آب خوش از گلوم پایین نرفته، همش جون کندن و در بدری. وقت در خونه رو میزدن یا هر وقت یه پاسبون میدیدم یا چشم به یه ماشین پلیس میافتاد، قلبم از جا کنده میشد. خیالم که اومدن حسن رو بگیرن و بازم زندونیش کنن. جلو در و همسایه ها دیگه آبرو واسم باقی نمونده بود. هر جا منو میدیدن با انگوش نشونم میدادن که دست از این کارات وردار، دوزیو بذار کنار، من میرم کلفتی، میرم رخشوری میکنم و خرجتو میدم. اون وقت جوابم چهار تا مشت و لغت بود و کشیده و کمربند. خب کاغذشو پس داد، کاغذشو پس داد دیگه. همیشه خدا تن و بدنم درد میکرد، دنده ها، سرم، پا ها، همه درد میکرد. اینقدر درد میکرد، اینقدر درد میکرد. خداش ازش نگذشت. خدا ایشالله از مادرم نگذره. چقدر گریه کردم که من از قیافه این مردی که خوشم نمیاد. اما اون همش میگفت نونخور زیادی نمیخواد. اصلا مادرم منو نمیخواست. هیشکی منو نمیخواست. من تو رو میخوام. میخوام ازم باور کن. وقتی که دوباره دیدم دلم لرزید و دست پای خودم رو گم کردم. من مهر تو به دل گرفتم. من فقط منتظر یه اشاره تو. گوشت با منه. تو دیگه او که مادر بچه من حالیته. فقط بگو که منو میخوای. اون وقتش واسه تو پسرم تمام دنیا رو زیر رو میکنم. نه 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 اصلا ولش کن، ولش کن قلومی، نون بیار کباب رو ولش کن، بس یه عرقی بخوریم و حال کنیم. نه بابا، بهتر از تو حال بفهمیم تو سالون، چون کفگیر اون به تای دیک خورده آقا. از آقاتم که خبری نشد آقا. والا خودم هم موندم حیرون. پس حالا با بیپوری چه خاکی باز جلو اینا به سر بریزیم؟ خاک کاهو آقا، خاصیت هم داریم. بزنم تو دهنتا. بفرمی قربان، بفرمی، اینم سر.
الان صاف صوفش کنم بدم حضورتون. بفرمایید قربان. بفرمایید دیگه. بزنید. خجالت نکشید. خواهش مندم. چی؟ بزنید. این تمبه میره بزنید. این تمبه میره. نمیدونم. بزنید. مثل که سرش درد میکنه. نمیدونم چشه. آقازاده یه هفته است که خودش تمبه به کار نداده. جختش از ما طلبکاره. والا تا اونجا که من میدونم ناصر از زیر کار در رو نیست، ولی به تو میاد که از زیرش دری. اون موقع که طرفدار نداشتی کپکت باز ما خروس میخون. حالا که دیگه قربونت برم آقا. پر رو تم پروری به کل من میاد آقا. به کل من میاد آقا. به کل من میاد. فکر میکنی کی باشه؟ والا تو نبینم که نمیتونم اطلاع بدم. خب برم ببینم کیه. برو نبینه. سلام قلومی. توی؟ حالا چی تو داره من؟ این شاگرد پاده سلام ناصر خان. شاگرد پاده خود ما. آره ناصر خان. آره الان میام. کجا میری نرو قلوم؟ سلام سلام حالا چطوره؟ حالا چطوره؟ سلام سلام حالا چطوره؟ یعنی چی؟ پیدات نیست. چرم چون کنم؟ آبستو جمع کن بند آب نری. من ناصر خان دلال بازاری. اگه فرقومی آوردی بگو حاج آقا. چه زلفونی؟ اگه سم من آوردی بگو اگه دلالیه فهمیدی؟ یه بچه تو تا خوابیده که به سرم من. آره اون زنم قراره که زنش بشه. خفه با توه میگه خفه. چی میکنی؟ من بزنم با چی میکنی؟ یعنی چه؟ چی شده؟ شش روز آزگار فرستادمش دنبال یه کار بی اهمیت. جختش اومده میگه درست نشد. خاک بر اون سرت کنم. این مرد شور اون هیکل تو برن نرخ علکیه به دل نگیر. همه شاگرد دارن ما هم شاگرد داریم. برای دو هم شما مرد شور برن. برو به تمرگ. سلام برسو کنم خانوم. چکرم به تمرگ بیارزه. عوضی بی خاصیت. برسنم قربان. آقا میگه به تمرگ. ازم ازا کوف کردی یا نه؟ دو تا پس کردنی صرف شد کافی. حاج آقا پیغوم میغوم چیزی نده؟ ای حاج آقا. حاج آقا دیگه خنگ حاج آقا. حاج آقا چرا؟ گفتن پس فرده طرف های از بیاین حد. قلومی فکر پسرم و مریم از مغزم بیرون نمیره. حالا که پیش خودمونم امروز هستم، اما اگه فردا فهمیدن چی کارم تا ابد ازم فراریم. ببین دفعه اولا که شیرین کاشتی، این دفعه دومی رو هم بیا و بعدش دیگه نیا. همیشه آدم میگه دفعه آخر. داخل لام از سب سهم دفعه اولت هم گروه کار دفعه دومته. اون همیشه پول دفعه اول پیش خودش نگر میداره تا کار دفعه دوم واسش انجام بدی. صحبت سر اینه که ریشه دست اونه. صحبت سر اینه که دیگه دست و بال من طرف دزدی نمیره. ببین قلومی گور پدرم پولم کرده، بیا برگردیم. بیا همین الان این کارو ولش کنیم و بریم. اون وقت کجا بخوریم؟ مگه همه از کجا میخورن؟ دو تا چهارچرخه میخریم، میوه بارش میکنیم، زندگی رو میچرخونیم. به همین آسونی؟ به همین آسونی. من یه عمر این کارو کردم. ول کن بابا تو. دلت خوشا. مدام برنامه حالگیری را میندازی. ببین قلومی دو تا چهارچرخه میخریم، به جفتش رنگ یه جور میزنیم، هر رنگی که خوشگل بود و تو دلت خواست. دو سه بار میوه میریزیم توش و میافتیم دوره. یه خورده سخته، یه خورده آدم خسته میشه، یه خورده درآمدش کمه، اما عوضش نون حلاله. خیالت راحته، دیگه نه از آجان ترسی داری، نه از پلیس شخصی، نه از هیچ تنابنده، از هفت دولت آزادی. خودت یا چهارچرخت که مال توه. از را بدارم نکن، بذار سرم تو آخر خودم باشه. قلومی من این زندگی رو داشتم، خیلی کیفش بیشتره. هواییم نکن، این کیفی که میگی به ما یکی نیومده. ببین اون وقت میتونی با یه دختر نجیب عروسی کنی، کاسب که باشی لب تر کنی، هر دختری رو که بخوای بهت میدم. دیگه قصه زندون رفتنم نداری قلومی. کوتا بیا و ما رو آزار نده. این حرفا به ما نمیاد. نه رفیق به ما نمیاد. فکرشو بکن،
من دل مریم رو به دست میارم و عقدش میکنم. تو با یه دختری که صورتش آفتاب ندیده عروسی میکنی. اون وقت من بچه دار میشم، تو بچه دار میشی، هی بچه دار میشیم، هی بچه دار میشیم، شلوغ پلوغ میشه و 5-6 نفری میریزیم به هم و میزنیم تو سر کله هم دیگه و کلی کیف میکنیم. بس کن تو رو خدا، بس کن. وقتی شب خسته از کار برمیگردی نمیدونی خونه اومدن و بچه تو بغل کردن و زن تو کنارت گرفتن چه کیفی داره. حسرت همه چی به دلم مونده رفیق، حسرت همه خونه و زندگی که داری میکی و حسرت خیلی چیزهای دیگه. تا اونجایی که یادمه همیشه بی خونه و زندگی و ویلون سیلون بود. میدونی پاری حرفا یه پاری آدم ها نمیاد، این حرف هم که تو میزنی به ما نمیاد. پس دیگه انقدر پاپی هم نشو، اینقدر عشقم و واسه خاطر این نداشتنم در نیاده لامس. چارچرخی منم اومد استخاره نکن، برو پیشش، فکر نداره که تو بمیری همه چی درست میشه. نه غلومی، همه چی داره خرابتر میشه. چی شده مگه؟ این یاروه که از ماشین پیاده شد، همینیه که ما داریم واسش کار میکنیم. آره چی شده؟ این همون اکبر رفیق حسن دزده معروفی که موی دماغ مریم شده. نه بابا، خودش همونیه که باش سرشاخ شدی؟ خودش. به دیه بیا، حالا کی میره این همه راه رو؟ منو باش که میخواستم تو رو باش قاطی کنم که برنامه های دو نفره واسمون بریزه. دیگه فکرشم نکن، برو جلو و خودتو نشون بده، بعدش ببین کار چی و خبرشو بیار. منم تو قهوه خونه سرکوچه منتظرتم. حالا که اینطوره پس بذار منم نرم، بذار باهات باشم. حالا چهارچرخم اگه نشد، هرچند تو گفتی که میشه، مینه؟ آره میشه، اینی که میگم برو جلو روی حساب دیگه ایه که الان به سرم زد. برو من میگم اینجاست، همینجاست. نه اینجا نیست، حالا نوبت منه دیگه. نه دیگه تو بازی کردی. نه. یکی تو یکی من به نوبت. تو همیشه جر میزنی مثل این که دارن در میزنن. سکو ببینم کیه. ایوا سلام، شما هم اینجایین؟ با کی کار داشتین؟ با قلومی نیستش؟ نه، شما خواهرشین؟ ایوا نه جونم. کسو کارشین؟ بله نه خیر جونم، من فقط باهاشم. باهاشی؟ آره دیگه، چه شکلی بگم، واردی که. نه خیر من وارد نیستم. مگه تو با ناصر خان نیستی؟ نه خیر نیستم. نیستی؟ پس نکنه با قلومی در به در شده ای؟ اوهوک خانم جون، حرف دهنتو بفهم، نمیذاری نه ور میداری و از در میایی تو، هرچی از دهنت در میاد میگی. ایوا خب شما رو نمیشناختم که خانم جون. قاسم تو برو تو اتاق. به من چی کار داری؟ حالا اجازه میدین بشینم تا قلومی بیا؟ نه اگه دلت بخواد میتونی. قربونتا. چطور میتوری پیچیلو؟ به تو چه؟ کجا رفتم؟ سر کار. نفهمیدی این دفعه کجا رو میخوان بزنن؟ بزنم؟ خب آره دیگه، خونه دکونی گاف صندوقی مثل همیشه. صف کن ببینم، مگه اونا میرن دزدی؟ خب تو رو خدا، خودت به کوچه علی چپ نزن آبجی. من آشنام و جیکوپیکم با قلومی یکیه، راپورت بدم نیستم، خیالت تخت باشی. گفتم تو برو تو اتاق، مگه گوشات پره؟ من اینجا نشستم به شما کاری ندارم. دی گفتم برو تو اتاق. من نمیرم، همینجا نشستم. خیلی خب، بعدا خدمتت میرسم. خب
خانم جیک و پیک یکی، حالا بازم تعریف کن ببینم اینا دیگه چه کارایی میکنن تا حسابی خیالم از طرف تو راحت بشه و بفهمم که راپورت بده نیستی. ایوا رو چشم. ای کجایی؟ همینورم. آخر چی کار میکنی؟ چی رو چی کار میکنی؟ میری یا نمیری؟ میدونیم دوم ما علکی پلکی به دوم جنابالی بسته شده. خب حالا میفرمین که چی؟ بذار صاف و پوست کنده بهت بگم، سرم بره پام دیگه طرف دزدی نمیره. خب پس میخوای چه خاکی به سرت بریزی؟ بهترینش اینه که تا گندش بالا نیمده و حسابی آلوده نشدم برگردم سر خونه اول، چون به وقتش نه جواب مریمو دارم بدم نه تو روی پسنی. یا یاهو. حالا که یاهو، پس بذار واسه دو چیز روشنش کنم. اولندش که میخوام امشب از سیر تا پیاز همه چیز رو واسه مریم بگم، یه جوری هم حالیه بچه کنم. ای دل قافل، مگه زده به کله؟ آخه لام از سب عباس می این دوتا دروغ گفتم جسه بیخی گلومو داره خفم میکنه. اول دیگه شن خوش ندارم یه روزگاری خودشون همه چی رو بفهمن و تورم توف بندازن. اگه گفتی و بازم انداختن چی؟ اقلا تهمت دروغ گفتن رو به هم نمیزنن، اقلا باهاشون رو راست تا میکنم. من یه عمری با همه رو راست بودم. خود دانی تو بمیری به دلم برات شده، برات شده که بهم حق میدن و همه چی رو ندید میگیرم. هی ببین بعدش هم میریم یه جفت چهارچرخه تر و تمیز واسه خودمون دست پا میکنیم و دوبار میوه. چطوره؟ خب اونجوری که تو تعریف کردی محشره. تو بمیری نون حلال خوردن خیلی محشره. من که نمیدونم، ولی خب لابد محشره دیگه. پس اگه محشره بخند. مگه دیوونه شدی الکی چی رو بخنده؟ بخند دیگه، اون زانوی غم رو ولش کن. نفرما اینم زانوی غم. باریکلا حالا شدی پسر خوب، حالا بخند. آخه نمیاد. به تو بخند خودش میاد. چش هههههههههه چیه بگو؟ ها 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 نه بالا درد بالا ها 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 نه ابا سلام. این دختره رو چه کار میکنه؟ مگه جن دیدی؟ چرا خشکتون زدی؟ خون خرابت کرد. چرا داری چمدون تو میبندی؟ شده مریم؟ گفتم چرا چمدون تو میبندی؟ قاسم، قاسم بلم کن. ببینم حرفی که نزدی. من چه میدونستم؟ صداتو بیار پایین. خب من خیال کردم که اون همه چیزو میدونه. بعدش هم نشستیم و با هم یه خود درد دل کردیم. حالا نگو که تفلکی از هیچی خبر نداشت. خب سرشو کلا گذاشتیم دیگه، حقم داره. ناصر 6 سال زندون بوده و تازه اون نمیدونسته. خب شو دیگه عرضه یه دهنلق. خب من چه میدونستم؟ بیا برو سرک مستا تا بیا برو بیرون. بیا برو کن شدی که چی میکنی؟ برو خونه خرابه مو کردی برو بیرون دیگه. دکورت گم کن از این چه دیگه. اقلا نمیخوای دوتا کلام حرف با هم بزنی؟ قاسم، قاسم تو که بابا رو دوست داشتی. آره چون خیال میکردم بابام آرتیست است، ولی تو رئیس دوزایی نه آرتیست. بازم کلک تازه جور کردی مگه نه؟ درسته کلک جور کردم، ولی واسه این که تیشه بریشه دشمنت بزنم، نه اینکه آزاری به خودت برسونم مریم.
به خدا اگه بذاری و بری و قاسمم با خودت ببری، منو کشتی، منو از بین بردی. اگه بمونم خودم و قاسمو از بین بردم. من نمیخوام که این طفل معصوم مثل تو حسن دوزد از آب در بیاد. من جونمو بالاش دادم، میفهمی؟ از این گذشته اگه شوهر دوزد میخواستم داشتم و واسه هفت پشتم هم بس بود. تو جوشی شدی، تو الان خون جلوی چشاتو گرفته و فکرت کار نمیکنه. تو اگه الان تو چشای من نگاه کنی باورت میشه که دارم راست میگم. نه گریه نکن. نمیتونم نشد که یه آب خوش از گلوم پایین ره، نشد که یه نفس راحت بکشم، نشد، هیچی نشد. مامان جون بیا برگردی، شاید بابا راست میگه. به خدا یه جوری نگاه میکرد که دل آدم براش میسوخت. قاسم، دارم از ته دل میگم، اگه تو دلت میخواد که پیش بابات بمونی همین الان برگرد، برو پیش اون. اما از من نخواه که پیش اون برگردم. بابام واسه خودش مرده، اما تو نه، تو یه زنی، باید یه مرد بالا سرت باشه. من پیشت میمونم، باشو بریم، باشو بریم دیگه زن. دارم به این قرآن قسم بخورین. که چی؟ که هرچی گفتم لام تا کام تا کارم تموم نشده پیش هیچکی لب وا نکنین. مره با بخورین، بخورین پای من. نش از جانب همه، از جانب همه قسمتون قسمه؟ آره بابا، خیال تخت بشه، اینا هم حرفشون حرفه، هم قسمشون قسم. تا دیشب میخواستم اکبر رو لو بدم و بنزمش زندون، اما همون دیشب همه چی عوض شد، همه چی به هم ریخت و خراب شد. اینه که میخوام فردا کاری کنم تا جفتی لو بریم، منو اکبر. اینه که نمیخوام فردا پای شما هم وسط باشه. حالیتونه؟ آقا یعنی چی؟ چرا بشین ناصر خان؟ بشین آقا یون لاتا. آروم آروم بابا، آروم بگیرین بشین دیگه، با تمدی مسئله سر در میاد. آقا یون با آروم آرامش حفظ کنین، به تمدی. آقا یعنی چی؟ به تمدی دیگه. شما بفرمایید، خواهش میکنم، بفرمایید. خواهش میکنم، چی اصلا یه چیزی بگو. من اصلا نمیفهمم. گردنی به تو بده کاری، یا علنی بزن یا روزی که از زندون در اومدی، ولی جون هرچی مرده حرف امشب و پیش اکبر لو نده. اگه عشقته یه پس گردنی دیگه هم مهمونم کن، اما فکر نکن که من نامردم. فقط بگو چی میونه تو و اکبره، شاید کاری هم از دست ما ساخته بود. آخه ما هم زیاد دل خوشی از اون نداریم. نه بابا، صحبت سر این حرفا نیست، صحبت سر این کردم. من برمیگردم قلومی. برمیگردی؟ چه چی رو برمیگردی؟ تو کجا میری برمیگردی؟ یاد نزن پسر، تو دیگه در اون دکون تو پس مرتی که میگی. بیشیم با اون چی کار داری بابا؟ مثلا چی میشد اگه حرف اون چهارچرخ کوفتی رو نمیزدی؟ خب چرا گلشو بهم دادی؟ اصلا چرا باز من اقعا بد شانس و بد بخ باشم؟
اول از همه علی از خرسر کوچه میشینه. آج خانم حدود ساعت 9 صبح از خونه میاد بیرون و میره جلسه قرآن و تا 2 ساعت دیگه هم بر نمیگرده. اگه پام به زندون برسه همونجا سر همتون رو گوش تا گوش بریدم. مثل اون تو هم یه کلک زنی، خیالت که این چرت و پرتا که میگی باورم میشه؟ کور خوندی پسر؟ قرآن به کمرم بزنه، خدا جوون مرگم بکنه اگه یک کلمشو بهت دروغ گفته باشم. آخه ننه، تو هم یه خورده کوتا بیا. چی رو کوتا بیام؟ در واقع خاک مادرم، ناصر رو اصل همون روزی که زنشو باس میبرد مریض خونه خودشو با آب آتیش زد و گرفتار کرد. بعدش هم که از زندون خلاص شد من پاپیش شدم، اونم از رو لاعلاجی زورکی یه دفعه با من اومد که جختش هم تا حالا یه قاز بابت اون دوزی گیرش نیومده. بعدش هم زد زیرش، بعدش هم خواست همه چیزو واسه تو قاسم بگه که همه چی رو بابا رو از دست رئیس دوزا نجات بدی. Thank you.
کلانتری به دفتر یابان صحبت کنه. ساملک جناب سرمان، میخواستم خبری دزدی رو بدم خدمتتون. به اسمم کاری نشته باشین. ببینین چی میگم، خونه حاج مندری صراف رو امروز زدن، جنسای دزدی هم تا یه ساعت دیگه تو جنگل بالا رودخونه تحویل رئیس دسته میدن. اسمم کاری نشته باشین. قربون شما. خب حالا دارم میگم. ده پسر ببین چه ریختی اون روز، علکی پلکی مثل سگ و گربه به هم پریدیم. آخه اون روز همدیگر رو نمیشناختیم. آره نمیشناختیم. اگه میشناختیم که گردن تا همون روز شکسته بودم و نمیذاشتم به امروز بکشه. چی داری میگی؟ ما با هم شریکیم، میتونیم رفیقم باشیم. ما با هم هیچی نبودیم و هیچی هم نیستیم. ببین پسر، بی خودی سر اون زنی که دعوا ران انداز، من اونو جلوتر از تو میشناختمش. از این گذشته یه عمره که پابندش. اولندش که زنی که نیستش و اسمش مریمه، دومندش اون باید تو رو بخواد که نمیخواد و ازتم بیزاره. دلشو به دست میاره. منش ندونستم، چه برسه به توی ایک بیری. چه بد شد. بدتر از اونش هم اینه که حالا جفتی با هم میریم هلفتونی، یه مدت با هم آب خونک میخوریم تا یه آب خوشم اگر اون زن و بچه پایین بره. زره به سرت؟ چجورم؟ خب حالا تو هلفتونی رو چه شکلی باز بریم؟ احتیاجی به زحمت ما نیست، با سلام و صلوات میان دنبالمون میبرن. چی میاد دنبالمون؟ من پلیس رو خبر کردم. پلیس؟ ایه خود دندان رو جیگر بذاری پیداشون میشه. شوخی میکنی؟ جون جدت این حقیقته. مرتی که یه دیوونه. شک و شوی نجله. ور کن، مگه تو مخت پار سنگ برداشته؟ من که برداشته. بلش نکن، چون فیل کنه تو یکی دیگه نیستم. گفتم بلش کن. قرار کردی گفتی. Thank you.
میکشمش با خودش کن بخصه میکشمش کن میکشمش کن دیر نشده بزن به چاک تو اینجا چکار میکنی؟ اومدم برات گردانم خونه کدوم خونه؟ خونه کی؟ پیش کی؟ پیش ما خونه ما قاسم شما اینجا قلوم این چه کاریه؟ دیگه معطل نشو بابا جون بیا بریم خونه چرا منو گیجم کردین؟ همه چی درست شده شما دیگه میتونید ستایی با هم زندگی کنید مریم این چی داره میگه؟ بیا بریم خونه تا واسط همه چیزو بگم تو بیا بریم دیگه بابا جون که برو معطلشو نکن ولی یه چیزی یادت نره یه چهارچرخ یه چهارچرخ واسه من میخریم مثل مار خودت رنگش بکنیم تا من از خلوفتونی بیام بیرون خلوفتونی دیگه چرا؟ دوست دارم یه چند مدتی از شهر این انتراقا راحت باشین و به هم دیگه برسیم اینه که وامیستم تا اومدن پلیس در نره دیگه داری چرت میگی دیگه داره دیر میشه دیگه داری شد بریم Yes. Thank you.